دوست داری آموزش یه مدل جذاب و سکسی رو با هم داشته باشیم؟ سلام بچه‌ها، من احسانم. امروز اومدم با یه ویدیوی آموزشی خیلی جذاب دیگه. ببینید، ما تو ویدیوهای قبلیمون سایزهای مختلف مدل باب رو بهتون آموزش دادیم، ولی این مدل باب خیلی جدیده و اسم خیلی جذابی هم داره. اسمش هم سکسی لایر بابه، یا همون فرنچ باب. خیلی مدل خوشگل خاصیه برای خانم‌های خاص. پیشنهاد می‌کنم با هم بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. خب بچه‌ها، ببینید، من یه توضیح در مورد تقسیم بندی این مدل بهتون بدم. ببینید، کلا شروع کارمون به این شکله که ما این قسمتایی که مثلث سر که تو همه آدما وجود داره، این خط رو مشخص میکنیم. حالا توی این منکن زیاد همیشه ما این مشکل داریم، مشخص نمیکنه. این خط رو توی اون مثلثی که با نقطه هایی که این خطایی که با هم قطع میکنه، از اونجا ما یه خطی رو ایجاد میکنیم، صاف میاریم دقیقا تا مرکز سر، به صورت صاف میاد تا مرکز سر و دوباره از اون قسمت، یعنی از این قسمت دوباره صاف میاد به این سمت. این سمت هم دقیقا یه خط دوباره ایجاد میکنیم که یه مربعی در قسمت چتری و بالای سر ایجاد میشه. معنی بعدی اینجاست. نگاه کنید، دقیقا اینجا رو من صاف جدا کردم، دادم بالا، تقسیمش کردم و یه هفتی رو ما اینجا ایجاد میکنیم که باعث کپ در پشت سر میشه و خیلی هم مهمه این قسمت، این قسمت تقسیم بندی. تقسیم بندی ساده ای داره. حالا میریم برای هرکاتش که ببینید چه کاری انجام میدیم. ببینید بچه ها، نقطه کوتاهی ما در واقع یعنی کف دستتون، این قسمت دستتون میاد رو سر میشینه و ما دو سانت دو سانت تو حالت عمودی موها رو میاریم به نقطه مرکزی سر. میبینید الان دقیقا یه همچین پوزیشن دستی رو ما داریم برای استارت کوتاهیمون. نگاه کنید، میبینید این حالت لایری که ایجاد میشه. میرم تقسیم بندی بعدی. ببینید، ما الان کوتاهی اولیه رو انجام دادیم. مرحله بعد باید اینا خوش کنیم، خب، و اینکه یه سری حالا هم تقسیم بندی و یه سری کوتاهی های این قسمت باید یه جورایی چشمی انجام بشه و حالت پوینتی برشی تو مو ایجاد شه که اون حالت فشن رو به خودش بگیره. یعنی بهتون بگم که این قسمت مو قراره که بلندتر بمونه، اینجا قراره که کوتاه‌تر بشه، یه خورده متفاوت تره نسبت به تقسیم بندی های دیگه. خب بچه ها، ببینید، من این قسمت رو قراره که سایزش رو کوتاه تر کنم، ولی خب با یه حالت خیلی روش خیلی ساده به این شکل میایم دقیقا پوینتی کار میکنیم تا اونجایی که میشه کوتاه میکنیم. مویی که انتخاب میکنید حتما یا لخت باشه یا اینکه برش کراتینه کنید، که این مدل اصلا مدلی نیست که بخواد تو مدل فر انجام بشه. البته خب یه سری مدل خاص هست میشه روش کار کرد، ولی بیشتر برای مدل های صافه. خیلی دقت کنید به این موضوع. این قسمت هم دقیقا به این شکل افقی میاد ما رو تقسیم میکنید به این شکل تا اونجایی که میشه موها رو کاملا پوینتی خورده خوردش میکنید. البته واسه موهایی که تراکمشون بالاتر هست بعد اونجا دیگه تجربتون به کمکتون بیاد که یه سری موهایی که حالا تا یه حدی
خورد بشه موها. میبینید چه حالتی شده؟ به همین شکل چک میکنیم هر قسمتی موهایی که خورد نشده تا اونجایی که میشه و کشش خورد شدن داره موها رو خورد میکنیم. خب ببینید بچه ها، این قسمت رو ما میخوایم یه هلالی ایجاد کنیم. پوزیشن دستمون به این شکله، خب به این شکل، قیچی هم نیمه باز میمونه و آروم سرش میدم میارم پایین، که این باعث میشه که یه هلالی اینجا ایجاد شه که ما رو به سمت جلو هدایت میکنه. خب من الان این تقسیم بندی اول رو باز میکنم. ببینید، خب حالا اینو میذارم بعدش. ببین همین به همین حالتی که شما اونا رو خورد کردید، نگاه کن زاویه دست یه شیبی پیدا میکنه، راهنمای ما میشه دستای قبلی و به این شکل ما میایم همینطوری پوینتی موها رو خورد میکنیم. اولین کاری که میکنیم به سایز این موها نزدیکش میکنیم. خب به همین شکل پوینتی ما میایم اول سایز موها رو که بلندتر بوده نزدیک میکنیم به راهنمامون. فقط حواستون باشه که تو مسیر همون قسمتی که شما تقسیم میکنید موها رو زاویه بدید، چون مثلا عقب جلوی چپ و راست نکنید. خب این کوتاهی اولیه‌اش. بعد دوباره به همون شکل میایم تا اونجایی که میشه موها رو خوردش میکنیم. میبینید دیگه شما یه حجمی از مو رو نمیبینید. خب ببینید چقدر خورد شده پله پله، اون حالت لایری اتفاق افتاده توش. یکی از دلایلی هم که خیلی خورد میکنیم تو این مدل به خاطر اون حالت فشن بودن بیش از اندازه و سکسی بودنشه، از اسمش مشخصه. خیلی تو چشم میاد، خیلی جیغ میشه، خیلی مدلش یه جوری میشه که شما وقتی اینجوری مثلا باش بازی که میکنی تمام این حالتهای خورد میره تو هم درگیر میشه و خیلی سکسیش میکنه، خیلی جذابش میکنه، خیلی خواستش میکنه. مرحله آخر دقیقا تقسیم بندیه که خیلی حساسه. ببینید اینجا دیگه مشتری شما یا شخصی که حالا زیر دستتون هست انتخاب میکنه سمت راست بخواد بده یا سمت چپ بخواد بده. حالا ما سمت چپ رو انتخاب میکنیم. ببین بچه تو همون قسمتی که مو جهت خودشو داره من میارم بالا، راهنما مشخصه، به همون پوزیشن دستی که همیشه گفتیم تا اونجایی که میشه تو حالت خورد ما رو کوتاه میکنیم. ببینید این شیبا دیگه حواستون باشه، این شیبا رو حتما رعایت کنید که طبق همون شیب بیایم ما رو خورد کنید.
ببینید الان این دقیقا یه حالت باب مدیوم هستش که خیلی خورد شده، اون حالت جذاب و خاص سکسی خودش رو گرفته، ولی ما هدفمون چیز دیگه‌ایه. یعنی ما میخوایم که این مدل حالا بشه به سمت راست چپ، حالا خیلی شلوغ درست بشه که اصلا این فرمی نباشه، یه خورده به سمت، حالا با اینکه خورده هم شده به سمت کلاسیکه، ولی میخوایم یه خورده فشن ترش کنیم و اسپورت ترش کنیم. ببین بچه ها، من اینو کاملا دارم خوردش میکنم مثل قسمت های دیگه که داشتم کار میکردم، ولی اینجا نگاه کنید تو همه زاویه ها من میچرخونم که بتونم از همه طرف این استایل داشته باشم. ولی یه چیزی اگه دقت کرده باشی نسبت به استاندارد های کوتاهی های دیگه، این خیلی فرق میکنه. شما نگاه کن، همزمان که داری کار انجام میدی ما رو کوتاه میکنی، همزمان داری خوردش هم میکنی. این خیلی کوتاهی متفاوتیه. من دوباره یه چک میکنم بچه ها کلا که ببینم جایی که حالا بلندتر هست بتونم دوباره هم کوتاه کنم هم بیشتر خوردش کنم. بچه ها به اینجا دقت کنید، نگاه کنید حجم خورد شدن موها رو ببینید چقدر عمیقه. میبینید؟ یعنی به یه جایی میرسه که دیگه مثلا تارهای، یعنی دونه دونه موها دیگه میمونه، در این حد موها خورد میشه، خیلی عمیقه. برای این مدل باید به این شکل کات بخوره. حالا دیگه حواستون به حجم مو باشه فقط، که یه سری موها کم تراکمه، دیگه زیاد هم تراکمشو کم نکنید. خب بچه ها، اینم از اتمام کار ما. همونطور که تو تصویر میبینید، من میخوام یه نکته بهتون بگم. کلن ما سعی میکنیم که تقسیم بندی ها رو تو راحت ترین حالت ممکن، یعنی ساده ترین روش رو بیایم بهتون آموزش بدیم که حتی یه شخص هم تو خونه که این کار نباشه بتونه انجامش بده، یا حتی اون کسی که به هر حال آماتور هست یا این که حالا به صورت حرفه‌ای هم داره فعالیت میکنه، حتی این یه سری مشکلات رو داره که اون تقسیم بندی ها و جزئیات خسته کننده است براش. ما میایم ساده ترش میکنیم که شما بتونید به بهترین شکل مدل رو اجرایش کنید. امیدوارم که از ویدیو آموزشی ما خوشتون اومده باشه. اگه اولین بار ویدیو ما رو میبینید، ما رو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله هم بزنید که ما هر هفته براتون ویدیوهایی که آپلود میکنیم در جریان باشید، آموزش های ما رو از دست ندید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.